سلام داوود جان. تو که حاضر نیستی که؟ حاضر مال چشی؟ میخوام بریم راه هم فراد منتظر بریم بلیت برادر رو بگیریم. سپر من زل حال نداشت نبیدم، شما خودتون برید. ای وای خدا مرگم بده آقا داوود، الهی من بمیرم برای شما، الهی من پیش مرگتون بشم، الهی من نباشم همچی روزی نبینم، شما ناراحتی؟ من الان زنگ میزنم اورژانس. الو سلام علیکم اورژانس. بله اورژانس تهران بفرمایید. آقا مرد زندگی من، عمر من، همه کس و کار من مریض شده. قد شد آقا داوود، قد کرد آقا. یا سمر گوشه رو بذار، گوشه رو بذار. بابا من مریض نبیدم، چه حلکی شلوغش بکن، مریض نبیدم من که. هان چی چیه؟ مریض نبیدم من، فقط حوصله نداشتم با این دوتا لندهور باشم برم دنبال بیلیت، حوصله این دوتا رو نداشت نبیدم. آها داوود شما خودتون رو زدیم به مریضی. آفری. ای وای شما خیلی زرنگین ها. راست بگوی خیلی زرنگین. باقی هستم هم. بله وگو هم من دیشب همجور نه که تو جلسه جوجمان کنم بچه های چیزایی و گفتم، من همجور تو فکر بیدم، من خیلی آدم بدی هم نه؟ شما نه خیر، نه نه شما خیلی خوبی، خیلی راست بگوی. خب البته داوود من باید خدمت شما عرض بکنم که شما بهترین شوهر دنیایی. من اصلا خودم واقعا به شما افتخار میکنم، شما خودتون در جریان هستین که من واقعا به شما افتخار میکنم داوود. البته باید خدمتتون عرض بکنم که یک مقادیر، یک صفتهای ناجوری دارین، البته قابل اغمازه آقا داوود. نه مثلا چی چی چش نمیاد، مثلا چی چی بگویی؟ نه من روم نمیشه. ما گلیاس هم ما زن شوهر بده میشه، نباید از چیزی از همدیگه مخفی بکنیم. بگو من رود بشه، من کاملا گوش شنوا بیدم بر تو. بگم داوود به نظر من شما یه آدم پاچه خور، تنبل، از زیر کار در روی آدم فروش، تک خور، نامرد، بیخیال، پاچه خوری. گل یاسمن وگو هم پاچه خور بگم، اونو یه بار اولش وگفتی. خب بر من خودم متوجه بودم آقا داوود، فقط اینو دو مرتبه تکرار کردم که یادآوری بشه برای شما. میگه آقا داوود من برم منزل مهتاب خانم اینا، شما نمیای؟ نه خیلی متشکر بیدم دست شما دارم. خب با اجازتون میگم آقا داوود، شما یه وقتی از دست من که ناراحت نشدی ها؟ نه ناراحت که نباشدم، من یه ذره فقط تو فیک برفتم الان. من میگم که آقا داوود میدونی چیه؟ شما اصلا بدون این اخلاقای مزخرف که آقا داوود نیستی که. نه خی نه. خب من با اجازتون دیگه برم خونه مهتاب خانم اینا. خب با اجازه. ماشاءالله کیه هرچی دهنش در من دوید به من وگوه. آقا داوود خیلی ببخشید، حالا یادم افتاد ازم، شما خیلی هم بی‌وجدانی. با اجازتون. اگه یه هرچی دیرش به خانم من وگوه، حال من بزنم باقی مارتو چه شوهری بشم پوست وکنم. من که فکر نمی کنم اینو بتونم بلیت گیر بیارن، دست از پا درازتر برمیگردن. معلومه به خاطر اینکه عیدا برادر قلقل است. یه چیز تعریف کنم بترکی در خنده. عید چند سال پیش بود، خب بابای داونه از برادر پشو گذاشتی بود. ببخشید غیبت که نمیخوایم بکنیم. نه بابا غیبت چرا خب ببخشید. غیبت حق نداری بکنیم. خب ببخشید براش غیبت نکنیم، راجب یه چیز دیگه صحبت کنیم. آخه همچین نشستی یه چی وگویان، راجب چی حرف بزنیم؟ بگیم راجب چی حرف بزنیم. من قول نم راجب هم همه صحبت بزن. از شادی خانم آدم راجبشون حرف بزنه. آره. مثلا خب مثلا مثلا چی مهتاب خانوم؟ مثلا هنر، ادبیات، شعر. راجب شعر صحبت کنی؟ من با شعر موافقم. خب شما موافقی راجب شعر صحبت کنی؟ مثلا موضوع مورد بحث امروز شعر. اون خانم شاعره بود توی اون شب شعر اومد مانتو بنفشه.
منم دیدمشون. خانم صادقی؟ صفایی. خانم صفایی همون خانم خانم صفایی که شاعر شعر میگه قبلا سه تا شوهر کرده. صفایی سه تا شوهر کرده، هر سه تا هم جدا شده. نه بله من چطور من تا حالا نمیدونستم؟ تو نمیدونستی، در عوض من که میدونم. اصلا امکان داره چیزی باشه و من خبر نشدم؟ تازه اینا هیچ به کنار، این هیچی سه تا شوهره که جدا شده بماند کنار با یک پسری که نصف سن خودشه نامزد کرده، بعدا میخواد عروسی آنچنانی هم بگیره. تازه با اون ریخت و قیافه. بله شادی خانم یه سوالی برای من پیش اومده، این که غیبت نبود ها؟ غیبت بود؟ یاسمن یک مقدار استفاده کن، یک مقدار استفاده. من دارم راجع به شعر و شاعری حرف میزنم، به غیبت ربطی داره؟ نه من فکر کردم این غیبته. بعد تازه مادرش اینا قراره. سلام. تموم شد؟ چی شد؟ برره بلیتش رفت برای بعد بیستم. دیگه بعد از 20 سال بریم برره چیکار؟ آخه دیگه فایده نداره. بلیت برره گیر نمیاد. برره انقدر که مردم میرن برره اصفهان و شیراز و نمیدونم کیش نمیرن که. راست میگی. قل و قله. یعنی برره دیگه جا نیست. را بریم. بله جانم. خالی نبندی دیگه. چطور؟ را چه خالی داری میبندی؟ چرا خالی نبندی؟ راستشو بگو. قول دادید به خاطر اینکه خالی نبندی. اه که؟ دیشب جوجمان کنون. من یادم نبود بخش، عادت کردم. راستشو باید بگم الان؟ باید راست بگوید. خب اتوبوس و اینا اصلا برای برره گیر نمیاد، به خاطر اینکه اصلا کسی برره نمیره. خب مگه جایی که تو داوود به دنیا اومده باشی مگه مردم دیوانه؟ ها مسخره نکن، مسخره کن، مسخره نکن، قرار جوجمان کنونمو مسخره نکن. بله این قشنگ صحبت کن. اصلا رو واقعیتش اینه که اصلا واسه برره چون هیچ کسی نمیره، نه اتوبوس هست، نه نمیدونم خطی هست، نه هواپیما هست، نه قطار هست، هیچی نیست و واسه همینه باید آژانس بگیریم بریم. از بس که این برره اشکال برره اینه که اقتصادش وابسته به نخوده، یعنی از اقتصاد توریسم غافل مونده. اصلا به نظر من ما باید از الان به فکر این باشیم که جلب توریست کنیم. بله بله پس فرهاد خان بگو امسال برره نمیتونیم بریم. نه با من برره، با من خالی نبند دیگه. یعنی سعی میکنم. داوود کجا؟ آقا داوود خونه موندن، دارن سعی میکنن آدم خوبی باشن. من چقدر آدم بدی بیدم بولی اصلا منم راست بگو، من خیلی آدم بدی بیدم. بی خود به خودت زور در نکن، خودت مدونه که آدم بد بیدی، از روز اول هم همجور بد میده بیدی. که این وگوه؟ من خیلی هم تو زندگیم کارا خوب بکردم. از وگویی؟ یه دنش رو وگوه ببینم. چیزی یادت نبگمت نه؟ مال این بیت که توی هیچ کار خوبی تو زندگیت نکرده بیده بیدی. ولی من کار خوبی هم تو زندگیم نکرده بیدم، خیلی هم کار بد نکرده بیدم که تو زندگی. یه ذره فکر مکن. دابو درو فاکن. بگو مناسبت این کیک چی بیده. بابا مهمونی بر چی بیده؟ امشب مهمونی مال چی بیده؟ نمیگم. نه خب میگم. میرم. هشتمین سالگرد تأسیس شرکته. خوب شد؟ یه دقیقه گوشی دست نه چیز آیسا. امه بکتی کاغذی برای من نوشته. آره عزیز.
دامو جان این یه ما رو تو استفاده کن از این پاداش. حالا تو دست درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی لطف کرد، خیلی خیلی لطف کرد، دستتون درد نکنه. سلامل خواهی که از فرهاد ورقه ببینید، با عکس سلامل خواهی که از او در اداره ببینید اینجوری میکنه. فرق مکنه. چه خبر بود مهمونی؟ مهمونی من فکر میکنم حرف نبزنم بهتر بشه. چرا؟ چرا؟ دیگه فیلمشو گرفته بیدم، گفتم شما هم ببینید. به 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 خیلی خوب، ویدیو هم که داریم میذاریم فرها جان. ببخشید داوود جان اینجا و نگاه میکنیم با هم دیگه و تو هم یه توضیحاتی برام هم بده بینم خوب چه خبر. نه دیگه من رفع زحمت بکنم. نه آقا من دارم میخواد یه توضیح بدیم من چی بوده چی نبوده برنامه چی بوده. توضیحات لازم نداشته بید، من خودم روش کامل هم موسیقی گذاشته بیدم هم نریشن گذاشته بیدم. خب باری کلا باری کلا بشینین شما دیگه. برای من حساب نذاشتین. شما چه کارمندی هستین؟ قربان چی شده؟ شما قاتل منین. بله؟ شما همه تون جمع شدین اینجا من عبدالی ببرین. قربان دوباره چی شده؟ بگه همی چه؟ چه اتفاقی افتاده آقای رئیس؟ آقا حالا من دستم اینجوریه؟ ادای منو در میارین؟ من قربون صدقتون میرم؟ اعتراف بکن که خیلی آدم بدی بیدی. من خیلی آدم بد بیدم. دیدی و گفتم ببینم اصلا تو کی بیدی اومده بیدی تو خونه من؟ من وجدان تو بیدم دیگه. حرف محفظت، حرف بی خود بزدی دیگه. یعنی چی چی؟ یعنی چی چی؟ الان بهت بگم یعنی چی چی. ما برره یه اصلا وجدان نداشته بیدیم. راست بگویی؟ هر چی راست بگو هم همه بدارن که ما وجدان نداشته بیدیم. پش بر بیرون. این برای یه چرا همچینی بیدن خدا که جا بکنن من آدم بری بیدن من آدم خودم بر من آدم میخوایی؟ بیا یه این چه کاری بود؟ کی؟ برچه آشخالی سیبی تو ریختی تو لیوان؟ ها؟ کثیف؟ بارو بابا دوباره این وسواسی بازیش گل کرده؟ جاسمن گولا؟ سفر اینی که تو گفتی یعنی که داری مسخره میکنی یا؟ بارو بینیم آقا دارم تعریف میکنم به وسط شد جزای حرف علکی میزنی. آقا من قلابو که انداختم تو آب از تو قایق یه دفعه دیدم این قلاب 5 دقیقه بعد شوکه تکون خورد. گفتم ماهیه دیگه، اومدم بکشمش بالا. اه 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 دیدم اصلا این مگه میاد بیرون توی بودش یک ماهی. اون وقت بعد این قایقو همینطوری دنبال خودش کشید. ماهیه هر چی من زور زدم این قایقو نگهدارم با سرعت 120 کیلومتر در ساعت این قایق من میرفت، این ماهی این قایقو میبرد. آقا از انزلی نمیدونم تا کجا این منو کشون. وسط را این ماهی خسته شد کشیدمش تو قایق. جان خودم 2 متر طول این ماهی بود، یعنی دومش سر قایق شد کلش شد ته قایق یا بلکس. حالا اونش یادم نیم. بعد گفتم برم ویلام دیگه، اومدم برم ویلام دیدم که ویلا، گفتم آقا ویلای فلان چه؟ گفت عزیز من اینجا گرگانه. دیدم گرگانم، این ماهی منو از انزلی تا گرگان همینجوری کشونده تو آب. آی فرهاد ببخشید ولی گرگان تو خلیج فارس نیست. خیلی کیف داد. بعد حالا این هیچی، اون خرسه، خرسه رو نگفتم. باشه دیگه، بزن ماهیه رو حذف کنیم، بزن ماهیه حذف میشه. تو خجالت نمی کشی؟ من نگفتم که از انزلی منو کشونده بهش رو. خیلی ماهی بزرگی بود. ساکت شو! از انزلی کشونده تو رو تا گرگان؟
گرگان. من که گفتم گرگان؟ ای بابا من گفتم من گفتم گرگان. من گرگان. اگر بریم کردی میگفت سرخس. من نمیشناسم. مگه قرار نشد که در سال جدید انسانهای دیگری باشی شما؟ بله. خجالت بکش. شما خجالت بکشید. بکشید. ول کن رو دستمالا. طغرل تو چه انتظاری از این داری؟ تو خجالت بکش بگذاره بابا یک ذره. الو میکشم بذار اینو بگم. چرا فکر میکنی اینا دارن راست میگن؟ اصلا چرا توجه میکنی؟ آدم ها تو شروع سال یه تصمیماتی میگیرن واسه هم میگم تا آخر سال اینجا بله سال یادشون میره همه چی. جدی میگی بابا؟ جدی میگی؟ حالا بکشم. میخوای بهتون بگم داوود چی کار میکنه الان؟ چی کار میکنم؟ آکوش فرنگی جان من الان تو حیات داره بیل میزنه. گل و گیاه و باغچه را داره آب میده. آمد پیش من گفت که میخوام در سال جدید امسون دیگری باشم. آقا داوود گفتن؟ بله. من اما اتاق رو واقعا سعی میکنم از این بعد یک انسان خیلی جدیدی باشم. منم دلم میخواد خیلی انسان جدیدی باشم. منم قول میدم دیگه. تو ساکت شو دیگه. دروغ نگی. تو ساکت شو لطفا. برای تو یک حساب دیگه ای باز میکنم من میدونم چه کار کنم حالا. چیه؟ این اسمش جعبه بابا جعبه. آها من نمیدونستم. این جعبه برای اینه که از این به بعد توش پول ریخته میشه. حالا بگین چه پولی؟ چه پولی؟ کمپلت یک تختشون کمه. این جعبه برای اینه بابا که اگر کسی از این به بعد از قولی که داده عدول کنه با توش پول بندازه به مبلغ 1000 تومن. اگر فرهاد دروغ بگه مهتاب وسواسی بشه شادی غیبت کنه سفرجان مسخره کنه یاسمن من چی طغرل؟ تو چی بابا تو راحت باش مستمع آزاده. خلاصه هر کی از قولی که داده عدول کنه دوچار خلافی بشه 1000 تومن میندازه توی بابا. متوجه شدین؟ بله. منو مسخره میکنی؟ نه تایید میکنیم این بله. بله پولی که توی این صندوق ریخته میشه بابا برای اینه که من از مدت ها قبل دوست داشتم که دور بر حیات بابا شمشاد بکارم صرف اون میشه. چه فکر خوبی نمای خونه خیلی قشنگ تر میشه نه؟ بله بابا. بله خلاصه هر که خطایی کرد خودش 1000 تومن بندازه. بله شما را به وجدانتون میسپارم. ها؟ نه نمیشه من نمیشه دورو نمیشه اصلا. من خواهش میکنم یک ضامن اجرایی دیگه به غیر از وجدان پیدا کنید شما. چه ضامن اجرایی بالاتر از وجدان بابا سبه؟ چه چیز بالاتر از وجدان که ناظر بر اعمال انسان است و جلوگیری میکند از اعمال زشت و ناشایست انسان؟ طغرل اصلا بحث این حرفا نیست آخه. یه مسئله بابا برره‌ای اصلا وجدان ندارن بابا. بله. با کی باید مسابقه بدین؟ یعنی چه وجدان ندارن؟ خودشون بپرس. آقا شما وجدان نداری بابا؟ بله من خب در واقع به یه مقدار من فل واقع این به هر حال من نه نداریم وجدان. مگه میشه انسان وجدان نداشته باشه؟ بگو شد. ببخشید آقای طغرل بر میشه وجدان نداشته باشه؟ نداره. یعنی چی؟ بخواه عوضش ما آبرو داریم. بله این راست میداشت ما عوضش آبرو داریم. شما پیدین دوتا چه ربطه به هم داره؟ ربطه داره. شما حساب بکنید ما وقتی که میخوایم این کار رو انجام بدیم به آبرومون فکر میکنیم. مواظب آبرومون هستیم. اگر کسی بفهمه اون وقت آبرومون میره. بعد به خجالت میکشیم. خلا کسی اگر نفهمه نبینه. خب اگر من اون که اگر نبینه نفهمه اون خب دیگه اشکال نداره. Who can believe Marian people? خدای توبه. چیزه به هر حال من نمیتونم با یک مش آدمی که وجدان ندارم مسابقه بدم. خب من اصلا این کار دیگه من قول میدم. من قول میدم که از این نه
قلمون نمیشه. آقا یکی همش باید مراقب این باشه که دروغ نگه. آخه مهتاب جان اینجوری یه چی میگه؟ یه چی از کجا پیدا کنیم که دم به دقیقه بغل داشت فراد باشه، مواظبش باشه چیکار میکنه چیکار نکنه؟ میبخشید شادی خانم، من یه کسی رو میشناسم من که این همیشه مراقب این رفتار و این آفرهات هست. که مثلا بگم؟ بفرمایید. دوربین ناظر فرهادا. از این بعد دوربین جای وجدان نداشته توی کتاکالله یا بابا دوربین. چرا دوربین؟ باش شروع کنیم؟ از همین الان مواظب اعمال و رفتارتون باشه بابا، ببینیم چقدر طاقت میارین خطایی نکنیم. بیه باکشر تمام شد بابا عبدالی. بله آقا طغرل همش تمام شد عبی. میگم که بابا حالا دست درد نکنه. سر شما درد نکنه آقا طغرل، کار نکرده بیدیم. نه حالا بفهمم خوب بیدن مفید بیدن چه احساس خوبی داشته بی. بلیت الله احساس چه کشفرنگی بابا، تو مطمئنی برره ای هستی بابا؟ بله آتا برد برره ای بیدن. اه بیه هرم دیگان رو کچک دانه بخورید کانتون خوب بشه. خندی بیا بیا خوز بزید. چقدر کثیف شده بیتی. من تو رو برم همون بیا من تو رو برم همون بیا بیا من تو رو برم همون بیا دو دقیقه باید من تو رو برم همون خواه من برم همون بیا بریم. حالا بندم قربه سبزی من چی گفتم؟ صد کرج تو ساختی؟ صد کرج تو من گفتم صد کرج؟ من گفتم صد کرج؟ من نگفتم صد کرج که گفتم من یه صدی ساختم اسمشو حالا خاطرم نیست آدرسش هم نمیدونم. بحث نکن دیگه داداش فرهاد، گفتی 1000 تومانی تام انداختی تموم شد. اینجوری که پیش بره که من آخه از صبح تا حالا فقط من دارم هزاری میندازم تو صندوق. شلوغش نکن، می‌خوای اینقدر چاخال نگی. بله میگم که به امید خدا اگه همینجوری پیش بره ما یواش یواش این حیاتمون شمشاد دارده پر میشه از شمشاد. یا یا سما شاب تو بیار آقا دابو سلام. من آقا دابو شما چرا اینجوری شدی؟ خدا مرگم بده. چیه؟ این بزنک خیلی دوست نداشت دوید حمام بکنه، یه ذره با هم درگیر بشدیم. عجیبه، من فکر کنم شما زبون همدیگر خوب میفهمیم. او 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 بیت به شوهرتو بگینا بنداز هزار تومن بنداز مسخره زود باش مسخره مسخره کردی بگو چش هزار تومن تو بنداز کاملا جدی گفتم هزاری بنداز مسخره کردی. من جدی گفتم هزاری تو بنداز. من جدی گفتم خیلی خوب به هزاری بنداز. شما در نکنه دکترم برمه وزی با مهتون جون دوتا کاسه خورش بریز. ببخشین دیگه کم و کسری داره. سر من تو چرا خورش نمیریزی؟ بله؟ تو چرا خورش نمیریزی؟ تعارف میکنم بریز کنم. نه خورش نه بریزم خوره. نه تعارف نه مریض شدی نادار. نه روم نباید. چیه؟ روم نباید خورش بخورم. اون موقع که مهتاب خانم یاسمین خانم غذا درست باید کرده بیدن تو آشپزخونه برفته بیدم کمکشون بکنم یواشکی گوشت غذا رو بخوردم. الان دیگه روم نباید خورش بخورم.
ای آدم خبیث تو، پس همینه که ما خورشای ما هیچ وقت گوشت نداشت. تک خوره گوشت خار. سب کنی ببینم چه شلوغش میکنی. این صداقت آقا داوودو میرسونه که اینقدر داره راست میگه. از کردش پشیمونه، یعنی که آقا داوود عوض شده. بفرمایید آقا داوود. از شما خیلی ممنونم مهتاب خانم. آقا داوود شما یک الگوی فنی و اخلاقی در زندگی من هستیم. بفرمایید. شما درد نکنه. یه مطلبی رو عرض کنم، من هم از کودکی الگوی فنی اخلاقی تمام همسالان خودم بودم. وقتی غذا میخوره شکل اردک میشه، مسخره. هیچ این خانم اکبری رو بگو رفته پوستشو کشیده، بعد میگه من نکشیدم. وای دارم میترکم، اگه نگم میترکم، وای اگه نگم میترکم. چیه؟ ها؟ من میخوام بگم که من میخوام برم دستشویی. کسی فوق قاشقای دهنیشو نمیکنه تو ظرف خود. من نمیتونم بخورم. گوشتایی که تو ظرف غذاشون بید مال من بید. داود آدم باشد. داود نه آدم باشد. غذا تو بخور، غذا تو بخور. نه دیا. واقعا این ارتش سرخ چین خیلی کار وحشتناکی کردن و الهی بمیرم. من قدم 195 سانتی متره. بلند گفتم؟ من میگم به امید خدا اینجوری که داره پیش میره آفرهاد یواش یواش همه محل شمشاد میکنیم. نه آفرهاد جدا شما خسته نباشین. گوش کن ببین چی میگم. ببین باورت نمیشه سعید من چی کار کردم. یعنی گول هیکلشو خورده بود. اصلا فکرشو نمیکرد این بلا سرش بیاد که تا سرشو اومد بگردونه پاش رو هوا بود. من بهت نگفته بودم من دان دوی فول کنتاکت دارم؟ آره جان تو، من تا 5 سال پیش مربی بودم، ولی از وقتی که این ترقوام هست تو اسکی شکست دیگه، هم مربیگری اسکی رو ول کردم هم این فول کنتاکت رو. تو نمیدونستی من مربی اسکی هم؟ تو که اینو داداش آقا مخلصه. سعید جان خوب هستین؟ خانم خوبن؟ خیلی سلام برسونید. بله برون شما رو. آره آره باشه باشه. خیلی خوشحال شدم. خوشحال من داشتم واسه سعید قصه تعریف کردم. ما با هم شوخی داریم. میگم ببین
من به جای اینکه این 500 رو بندازم تو این صندوق که خرج شمشاد بشه، ببین شما با ما را بیا، ما هم بالاخره جبران میکنیم از خجالت در میایم. این باشه، این باشه، اینجا باشه، باشه. بعد چیزه، ما به جای اینکه بندازیم تو صندوق میدیم خدمت خودت، که به جای اینکه شمشاد بکارن تو چیز، شما بری با خانواده از زندگی لذت بری. بفرمین. راحت شدی؟ کجا میای؟ دارم میرم دستشویی. بیل واسه هم میفرسته. گرفتاری همون کم بدبختی گرفته بیمان. سلام خواهر عزیزم، چطوری؟ ممنون، تو خوبین؟ میگم خواهر عزیزم، ما الان مدت هاست که به عنوان یک خواهر و برادر ننشستیم با هم درد دل کنیم، میگم حرف بزنیم. بله درست میگی شما، چون به هر حال خواهر و برادر بعد یه وقتی میشنن با هم درد دل کنن، حرف بزن. کاملا موافقم. من میخوام یه چیزی بهت بگم، یه رازی رو، به شرطی که قول بدی به کسی نگی. من قول بدم اگر وگوام. حالا شلوغش نکن، حالا نمیخواد انقدر سفت و سخت قول بدی، فقط قول بده به کسی نگ. تو هیچ میدونستی که وحید که تو اداره ما هست سرقد تا 10 سالگی پسونک میخورده؟ شوخی نکنید شما، وحید تا 10 سالگی شادی ببین اینو به کسی نمیگی یا شادی نری اینو به کسی، به این یه راز شادی خوب به کسی نمیگی. من دارم میرم خرید، کار نداری. شادی
کردی خانوم؟ میگم این غیبت نبود؟ نه نه چی؟ این فقط یه اطلاع رسانی بود و تو به هیچ کس نباید بگی یاسمن. نگم؟ نه به هیچ یعنی ببین این که من الان به تو گفتم یه راز بزرگی بین من و تو، بعد برای همینم تو نباید به هیچ کس بگی. خب چش من نمیگم. ببین راز و دوتا آدم بزرگ به هم دیگه میگن، بعد راز و هیچ کس به اون کس دیگه نمیگه. نمیگه. باشه دختر خوب. شادی خانوم ها. خیلی ممنون از اطلاع رسانیتون. خواهش میکنم. برو خونه تو. اجازه. برو. برو. مهتاب جون. مهتاب جون. بیا بیا بودو بیا. ببین مهتاب جون یه رازیه بین من و یاسمن که فقط ما دوتا میدونیم. وحید هست تو اداره. من رفتم به یاسمن غیبت رو کردم که دیدین آقا سپر، بهتون گفتم که خانم جنابالی نمیتونه جلوی دهنش رو بگیری و غیبت میکنه همچنان. من نمیتونم. دیدی که نتونستی. آهان منظورت اینه که یعنی تو میتونی وسواسی نباشی دیگه؟ میتونی؟ تموم شد. حالا به فرض اینکه من وسواسی بودم که نبودم، تموم شد. ولی خیلی عجیبه ها، شما تا حالا یه دونه هزار تومانی توی این صندوق انداختی. آره وسواس به خرج دادی؟ نه. پول بعد بندازی یا؟ نه بابا من چیکار کردم؟ ای دماغتو میکشی بالا. این همین وسواسه. هزار تومن بعد بندازی. الکی چرا حرف میزنی؟ دماغتو کشیدی بالا بعد پول بندازی؟ سلام. سلام. سلام علیکم. ببخشید مهتاب جون. ما خودمون رو دعوت کردیم. نه بابا این چه حرفیه؟ غذاتونم که برداشتین آوردی. باشه همین روزای عید میشه که آدم دوره هم باشه. چی درست کردی؟ بچه‌ها مدین. فرخ خوشحال باشه. امروز دیگه نباید دست پخت مهتاب بخورید. دست شما نزنید. دمت گرم. کرم. این مسخره کرد. چی گفت؟ گفت دیگه دست پخت مهتاب لازم نیست بخوری. هر هر هر. واقعا که مسخره. هزار که بندازی بالا تو صندوق آدم میشی. هزار تومان بنداز. نه آینه دقم هایی میذارن جلو آدم. داری؟ آره. یاره بنداز آدم میارم. آره باجه تا دیگه مسخره نکنی. سفر دیگه حواست جمع نکنید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی هستم؟ خوبی. بهتر. سلام خوب بدین. سلام خوب بدین. ببخشید این گالی از همبانه اینجا تشریف داشته باشن. من زود بر بگردم گالی از همبانه. آدا بود من چشم به در منتظر شما میمونم. خب کار نداشت نبیدی؟ نه. ببخشید شما کجا مگه میخواییم بریم؟ من نوتونم وگوام. گل یاسمن تو قول بده که نوگویی به اینا. خب قول داده. قول در وقت کردی کار نداشت نبیدی. خدا حافظ را بی خود کجا رفت؟ یا داوود کجا رفت؟ کجا رفت؟ کجا رفت؟ نه ببخشی اصرار نکنی من اصلا نمیتونم بهتون بگم. نه نه بیمزه ها. چه خبر؟ خب حالا که خیلی اصرار میکنیم میگم بهتون این آداوود رفتن توی شهر کارای خوب بکنه. حجه پرتغال. بله؟ پرتغال. پرتغال. پرتغال؟ شادی جان پرتقال با دست بوس میکنی؟ ناراحتت میکنه مهتاب جون؟ منم گفتم که از کارد استفاده کنه ها. آره خب دستت درد آره نکنه خیلی بهتره. چه خبر؟ میگم چقدر اینا لوسن. کی؟ مهتاب داوود؟ اه آره شادی میگم دانه. که دستمال کاغذی میخوای بسه به دستمال کاغذی دست...
میخوای پرتقال؟ نه من پرتقال. میگم که چیزه این ناراحتی؟ نه این پرتقال گندیده خرابه نخور ها. بیا به جاش چیز بخور. سمنو عالی. وای سمنو اصلا چرا جیغ میکشی؟ ناراحت میشی مهتاب جون؟ من سمنو میخورم چی پس؟ من یاد یه شعر یاسمنگوله افتادم بخوام. خیلی خوش آخ بخون. قاشی رو با قاشی آقا بخوره. الهی قربونت برم. الهی قربونت برم. بیا بیا با قاشق بخور. با قاشق اهر چه؟ چقدر این سمن رو بد مزم آشپز خونمو. ای افتاد ببخشید. چی کار کردی؟ قاشق در دهنی انداختم تو کشو. چیه مهتاب جون ناراحتی؟ خود قاشق کجا انداختی؟ کجا؟ فرقی نمی کنه مهتاب جون، همه قاشقات دهنیه. آره به خاطر اینکه من هر موقع که میام بالا بستنی میخورم هرچی میخورم گم تو آخر سر یه لیست میزنه بعد میزم قاطی بقیه قاشقا. آره خب خوشت اومد مهتاب جون. خوشت اومد مهتاب جون. حالا تو جا میارم. حالا میبینی انقدر سوژه غیبت بدم دستت که نتونی خودتو نگه داری بترکی. مهتاب جون من هستم. اگه من یه کاری نکردم کل این صندوق خودت تکی پر نکنی شادی نیست. منم هستم. منم هستم. نه میخوام اینم کیف میکنید چجوری انداختمتون به جونه هم؟ تو یکی خواهش میکنم دیگه حرف نزن چاخان. نصف این صندوق پولای جنابالیه. معذرت میخوام من از دیشب تا حالا دیگه حتی یک قرونم چاخان نکردم. آره آره بخش زیاده. چیه؟ چیه؟ داشتم فکر میکردم با خودم اینقدر شما خنگین که این تا فردا پر میشه. سپه پول بنداز مسخره کرد. مسخره کرد. پولتو بنداز. پولتو بنداز بقیه حرفتو بزن. تحقیرتون کردم. من شما رو تحقیر کردم مسخره نکردم. باهوش و ذکاوت. سپه جان نصف این صندوق پولای جنابالی هم توشه ها. دیگه تموم شد. من انقدر باهوش هستم که دیگه نذارم پولی از طرف بنده به شما راست بگی. سمن برداشتیم راجب دانشگاه رفتن صحبت میکردیم. دانشگاه؟ آره به خاطر اینکه سپر یا سمن تصمیم گرفته که بره دانشگاه. من میخواد بره دانشگاه. آره داشتم بهت میگفتم یا سمن جون رشته کتاب گذاری توی دنیا الان جزو برترین رشته ها شناخته شده. حتی از پزشکی هم خیلی رشته مهمتریه. حتی جدا از اون فارغ التحصیلان رشته کتاب گذاری و با حقوق بسیار وحشتناک استخدام میکنه. مگه نه سپه؟ شادی خانم من میخواستم خدمتتون عرض کنم، یعنی همونجوری که قبلا بهتون گفته بودم من رشته مورد علاقه بیشتر مهندسی کامپیوتره. مهندسی کامپیوتر من خیلی علاقه مندم. مهندسی کامپیوتر عالی بی‌نظیر. یاسمن تو الان شروع کردی به درس خوندن برای دانشگاه رفتن؟ بله با اجازتون من دیگه یواش یواش باید شروع کنم، چون که من فقط میخوام برم دانشگاه شریف. فقط دانشگاه شریف. دانشگاه چی؟ شریف. آهان دانشگاه شریف. یاسمن تو حتما میتونی، تو اصلا میتونی نفر اول کنکور شناخته بشی. بچه ها سلام. سلام شما بچه ها. یه خبر خیلی خوب واسه تون دارم. من یه شعر جدید سرودم. نه فکر میکنم. بله چی؟ فکر میکنم که درخشانترین شعرم باشه. وای عالیه. گوش میکنی؟ گوش کنیم. گوش میکنی؟ این صدای باده. واو مهتاب
سپر مرد؟ سپر؟ کتاب آمده آه کتاب آمده مشهوده مرد کاملا مشهد من کاملا اول فهمیدم بقیه رو یاسمنگولا باد با تو چه خواهد کرد؟ باد با تو چه خواهد کرد؟ بانوان باد عالی بود مهتاب خانم از خیلی خوب بودیم اصلا این شعر تکان دهنده بود بد جوری منو لرزون من خودم فکر میکنم که درخشان ترین شعرمه و نقطه عطفی میتونه باشه در شعرهای من و گذری باشه از مدرنیسم به پست مدرنیسم و بالعکس و بالعکس و بالعکس بالعکس یعنی برعکسش خیلی جالبه مهتاب جون یاسمن میخواد بره دانشگاه سلام علیکم سلام علیکم واو خوبی داداش فرهاد شما چطوری؟ این چیه چه اشکالی داره مگه؟ سنگین و شیکیه شیکه این شیکه چی؟ اصلا خوشتیپ شده فقط آی داداش خیلی بهتون میاد یعنی رنگی که این داره با تناسبی که با یقه پیرهنتون و شلوار بی نظیر خیلی قشنگه شما چطور چه؟ بارم بابا من دلم آشوبه چرا دارم اینجا؟ از کجا خریداری واسه آدم بود من بخدم لنگشو فرهاد واقعا از این دیگه مسخره تر نمیشه من فکر کنم داداش فرهاد شما هزار ترینی شما به 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 فرهاد جان چه لباسی به به از خود صحبتیه خیلی لباس قشنگی حالا تشریف داشته باشین من اجازه شما از اونجا رد میشدم گفتم یک معمای جدید جوک معما براتون بگم و برم جوک معما عالی آقای رئیس شما خانم و آقایون میدونین فرق ما بین بستنی قیفی با اولیور کان دروازه‌بان مایر مونیخا چیه؟ نه نه خانم ها گوش کن سپر جان گوش کن فرهاد جان گوش کنم نمیدونم گوش کنی آقا جان اولیور کان بستنی قیفی میخوره اما بستنی قیفی اولیور کان نمیخوره شادی اجازه بدین میدونی چرا رشته های کتاب گذاری استخدام میکنه؟ آره؟ به جای اینکه به جای میمونا ببرتشون به فضا و اونجا روشون آزمایش کنه شادی خانم شما به جای رشته کامپیوتر بهتره برین رشته پلایی بخونی مهتاب شما اگه بوز بوهای داوود صدا در وکنه از شعرهای شما قشنگ داره تو هم با این شنل باید بری سر جالیز باسی بعد میدونی شما شباهتتون با بسن قیفی چیه؟ هر دوتون بی نمکین بی مزه بیا بذار بیرم این چرا ده بله یه دسته کامل هزاریه خب چیز پول شمشادای حیات جور شد منم اصلا ناراحت نشدم چون وظیفه‌مو انجام دادم خیلی ممنونم از شما اما شما من یک هدف دارم اینو میخوام برای فرهاد جانم فرهاد جان تو باید بگیری رئیس تو برای چه کاری میاری بهش توهین نکنی یا نه یا همین جوریه رئیس گفتن کارمند آقای داوود برره اسمشون هست داوود برره آقا داوود آقا داوود بن بله بله ایشون از دیروز صبح که از منزل خارج شدن هنوز بر نگشتن زنگ بزن پزشک قانونی خوش بله من الو من حالا خدمت شما بگم
ایشون بلد دیروز صبح نه اختلال حواس ندارن. البته نمیدونم چی یه مقدار. بله بله. سلام آقا داوود. سلام عرض کردم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. من دیروز دیدم بیدم میخوام برم کار خوب بکنم، برم بیرون، رفتم بیرون دیدم چقدر موقعیت های بسیار خوبی بید برای اینکه آدم خوبی بشم. من دیدم رفتم سر کوچه دیدم یه سگ سرش توی قوطی روغن نباتی گیر کرده بید، با بدبختی گرفتم سر سگر رو از تو قوطی کشته بیدم بیرون، من گاز من گرفت. بعد در برفتم یه تیکه را جلوتر دیدم یه خانم آقا به جون هم افتاده بیدن دارن همدیگر بزنن. رفتم جلو گفتم چرا همچین مکانی؟ خوشبختانه سول بکردن. بعد افتادن به حبار، من حیوه زدن. گفتم چرا من حیوه زنید؟ گفتم ما زن شوهر بیدیم. بعد دست اونا در برفتم دیدم یه جدارا اسباب کشی بکنن، رفتم کمکشون بکردم که این اسبابا رو بذاریم بالا سر یه کمد بگرفتم گذاشتیم تو کامیون رو بگو دوز بیدن. بعد اونا برفتن محله را ریختم به هوار، من وزدن از گیر اونا که فرار کردن دیدم یه تیکر جلوتر سر چار را یا آقای ماشین بهش وزد لنگش خورد پس کلش افتاده بید رو زمین. من زیر بغل شد یه گرفتم انداختم تو ماشین بردمش بیمارستان. تو بیمارستان شب من نگر بذاشتن گفتن تا این به هوش نیاد نبذاریم بری. تا امروز که صبح به هوش مده بید من بیمارستان اومده بیدم بیرون. بعد انام شد رسیدم جلوتر نکه دلم تایین بشه ده بید بر آقا تغرو. رسیدم با آقا تغرو گفتم اگر من جون دلم برا تایین بشه ده بید تاقی جون نفس با بیل من وزد الان یخت کوفتم. خسته نباشی ناداوود. سلامت باش. خیلی خوب من میرم غذا رو بکشم بیام. چی من بکشم غذا رو من بکشم. من آدم خوب بیدم. من غذا رو بکشم. من خوب بیدم. مهتاب خانم میگم که کاش که شما این کارای خونه تکونیتون اینا رو قبل از زید میکردین که به این ورسال نیفته. بنده قبل از خیلی قبل شروع کردم. اینقدر این آقا دست دست کرد که تا الان طول کشید. کار نمی‌کنه که. مهتاب خانم جسارت میبخشینا ولی من میگم تقصیر خودتونه به خاطر اینکه شما اینا فرهاد و تنبل بار آوردین. اون وقت عوض این آ فرهاد این آدا بود انقدر زرنگن همش تو همه کار خونه به من کمک میکنن. دلت خوشو این فرهاد هیچ کاری نمی کنه. دست به سیاست بده مثلا جوراباش هم خودش نمیشوره. خب مهتاب خانم شما دو دفعه جوراباش رو نمیشستی حالشون میمد سر جاش. فرهاد بله پاشو بیا به من کمک کن به جای اینکه اینقدر چرت و پرت بگین و بازی کنی مثل این بچه کوچیکا. پاشو من حوصله ندارم دارم بازی میکنم. بگوام امسال بدترین عید بود که من به عمرم داشته بیدم. هر سال ما تو برره سنگ در و کردیم مال این گربه ها جیغ بزدن. اینجا یه سنگ به یه گربه بزنی 60 صاحب پیدا بکنه. واقعا که برای منم همینطوری بوده. یه از صبح هم که هرچی از بابا زیداشیم باش بازی کردیم تمام شد رب به کارش. نه را قول خجالت نکیم. آیه 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 مجدگونی چیه؟ مجدگونی باید بدیم. چیه؟ مجدگونی میدیم؟ خیلی آره. بگم فردا نیک نیک کنونه. چی؟ نیک نیک کنونه فردا؟ آره. راست وگوام دروغ وگوام؟ فهوه نیک نیک کنونه. من پایین که نشسته بودم داشتم رادیو گوش میکردم سیب میخوردم. گوینده رادیو گفتش که شهابه رد شده، یعنی فردا دیگه آخرش رد میشه، فردا نیک نیک کنون اعلام شده. چیه این؟ اینجوریه یه شهابیه که هر چند سال یه بار از دور کره زمین رد میشه، بعد این شهابه که رد میشه تو برره نیک نیک کنون اعلام میشه. مزدگونیم حالا نیک نیک کنون حالا چی هست؟ حالا من توضیح بدم. چیه؟ وقتی که نیک نیک کنون میشه باید آدم ها یه توپ والیبال بردارن. دارم توضیح میدم. آدم ها یه توپ والیبال بر میدارن میرن در دامن طبیعت نخود میخورن کیف میکنن.
یعنی باید نیکنیک کنون در بشه. در بشه. خب این با هم پیکنیکه دیگه. حرف بی خود چرا در را کنید؟ مهداب خانم چرا حرف بزنید؟ یعنی چه؟ نیکنیک کنون یه مراسم آینی بید تو برره. از قدیم رسم میده این. با پیکنیک خیلی فرق مکنه. خب. آره بهتر از این حالا گوشه خونه باشی. سبر سبر پاشو باید حاضر شیم بریم فردا نیک نیک کنه در بکنیم. بده بریم بده سبر بده این ماهی بده 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 ماهی بولی اصلا من بگو هم شما باشنا بریم سری 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 با اجازت و مردم خورو میبخشید نه خواهش میگم با اجازت آخه نیک نیک کنونه من خسته بود نه من میتونی نتونی بیای اینو مهدا اونا رو ولش کنه این ثابیدی نازک شد اون آشپزخونه برو اون توپ والیبال من ببین کجاست پیدا کن توپ والیبال من پیدا کنم برو تو میدونی کجاست برو رب و نوع قوره وزیتی وگو ور و پک ور و کوک ور و چل وز و رو آداوود ببخشی شما چی کار میکنی؟ این مراسم پیش نیک نیک کنون بید هر کس که بخواد برای نیک نیک کنون بعد اول مراسم پیش نیک نیک کنون رو اجرا بکنه مراسم نیک نیک کنون من لازم به ذکر بید که توضیح بدم خدمتتون مراسم نیک نیک کنون هزاران سال پیش توسط سرباز برره نیکولای نیکولوف انجام و گرفت که ابتدا در برره اونو نیکولای نیکولوف کنون را گفته بیدن بعد به مرور زمان چون یه مقدار مردم برره هم آدم رو تنبل بیدن و این کار سخت بید گفتنش و گفته بیدن نیک نیک کنون بهش و گفته بیدن به این صورت بید پیش نیک نیک کنون که اول یه دونه اینا رو سرت بذاری یه دونش اوریب بذاری اینجوری رو سرت بعد یه دوتاش بذاری سر شونر دوتاش هم به گل گوشت آویزون بکنی بعد اینو بگویی نیک نیک کنون چه ماه بید ناچوفزگو توی راه بید بهتره که چشم حسد بخیر چلنبه چاق و خسیس زلیل خنده در بکر نخن این مراسم خیلی جدی بید نیک نیک کنون چه ماه بید ناچافسکو توی راه بید بهتر که چشم حسد بخیل چلنبه چاق خسیس زلیل نیک نیک کنون نه بخندی ها نیک نیک کنون خنده در بکنه نیک نیک کنون چه ماه بید ناچافسکو توی راه بید بهتر که چشم حسد بخیل چلنبه چاق خسیس زلیل شادی شما برره‌ای ها خیلی فوق‌العاده هستین آدم از کارهای شما میتونه یک برنامه طنز 90 قسمتی بسازه تمام مردم از خنده روده بر بشن من قول میدم این اتفاق بیفته اصلا شاید خودم یه روز این کارو بکنم ببین سبر تو اصلا حق نداری آینه های کهنه ما رو مسخره کنی یا وقتی نسیه نیک نیک گرفته میفهم که نباید با این چیزی شوخی کرد بی خودی علکی نیست نسیه نیک نیک آره راست میگی من اشتباه کردم ببخشید من نباید این کارو میکردم ببین سبه تو باید یاد بگیری که بابا از آینه هم دیگه احترام بذاریم که براشون ارزش قائل شیم آره گوی موقع یه جوری حرف میزنی آدم یادش میره که تو اصلا 12 سال سبه من تو رو برمت میگم من اگه تو همچین هوس یه مدت این نیک نیک کنون کرده بودم میگم فرهادا شما برره ایام یه کارایی رو کارای آسون و سخت و مشکلش میگه بابا جون این خوب وسایل جمع کنیم بریم پیک نیک دیگه این ادا و اصولا چی خجالت نمیکشی تو یعنی چه اگه میخواستیم بریم پیک نیک خب میرفتیم پیک نیک این نیک نیکه نیک نیک هم مراسم پیش نیک نیک کنون داره که الان داره انجام میشه امر دیگه باشه خب خیلی خوب ببخشید من فقط میخواستم ببینم که بپرسم ببینم میشه که مثل پیک نیک باشه یا نه من معذرت میخوام
البته قوانین برره‌ای تبصره و اینا زمیمه و اینا زیاد داره. مثلا میشه رفت نیک نیک، بعد مثلا نخود آدم با خودش نبره، یا مثلا میشه نوچوفسکو رو با چنگال خورد. اینا رو به کسی نگی. نگی اینا. نه خود نمیشه. پاشو کار دیره. پاشو به. بریم دیگه، سفارش نکنم. خودت بهتر میدونی. این در پنجره ها رو بستی؟ بله بله همه رو بست. گاز چی؟ گاز خاموش کردی؟ بله گاز خاموش کردی. اینا رو باید تو خونه بپرسیم. یخچال، در یخچالو. بله در یخچال بست. برای چی بستی در یخچالو؟ من خودم بازش گذاشته بودم، خواستم وقتی برگردم یخش آب شه برم بشورم یخچالو. بودو بودو بازش. حالا فردا بابا در یخچال بازش. بودو بازش که بودو داشت فردا. بودو ما بریم آقا. بریم آسی توپ والیبال. توپ والیبال برداشت. توپ والیبال برداشت. آره بابا پلو من داد میزنه. چرا همه آره پلو منه بابا. چی ناراحتی؟ ناراحتی چی چیه؟ از شما نمیدونید نیک نیک کنون بدون والیبال مگه بشه؟ چی؟ نیک نیک کنون مگه بدون والیبال بشه؟ نمیشه؟ نه بابا نیک نیک کنون اصلا مراسم سنتی براش بدون توپ والیبال اصلا امکان نداره. و اصلا یه ضرب المثل قدیمی برره‌ای و گوه توپ والیبال چرخ و زیتی، چرخ زندگی چرخ و زیتی. توپ والیبال چرخ نزیتی، چرخ زندگی در نکردن. بله آخه من دوست ندارم، من دوست دارم فوتبال بازی کنم. تو نیک نیک کنون من دوست دارم فوتبال بازی کنم. حرف دهنتو بفهم. چرا پرت و پلا وگویی اجنبی؟ راست وگو اجنبی. اجنبی چیه بابا؟ من دوست ندارم. نیک نیک کنون یه مراسم سنتی برره‌ای بید. تو وگویی فوتبال؟ فوتبال یه ورزش انگلیسی اجنبی. حرف نبازنده. بابا این چی میگه آخه؟ بری یخچالو بازگوش. چیه دوباره شما داری کل کل میکنی؟ میگه این اجنبی میگه به من. بری چی بگوه؟ چیه؟ میگه بریم نیک نیک کنوم فوتبال بازی بکنیم. اجنبی؟ با دیوانه. همه تون دیوانه این شما. بجالت نمیکشه. بجالت نکش. بریم بفرمایید بریم دیوانه. یواش رانندگی میکنی بابا. چش یواش رانندگی. اگر یک مو از سر این سفر و مهتاب جان بابا کم بشه نصفت میکنم. چش من یواش رانندگی میکنم. بفرمایید بریم. 95% از توانه رانندگی در اثر بی احتیاطی راننده و سرعت بالاست. سرعت بالا و بی احتیاطی نه تنها جان خودتان را در خطر میاندازد، بلکه جان عده مسافر را هم در خطر میاندازد و تهدید میکند. جان شان را یواش میری. حالا تون میری. من بابا تون نرفتم. من تون میری. من که هنوز تون نرفتم. تون نرفتم. اصلا نرفتیم ما. ما نمیذاریم این تون بریم. باشه بریم. به سلامت. بفرم دوران من سفارش میکنم. نه میخوام مواظبش باشه. همیشه بیشتر از فرو تو سر بله بله. این چرخ جلو ماشین شما مدلش اینه؟ مدل چرخ جلو مدلش چی چی؟ برای یه خورده با اونای دیگه فرق می‌کنه، یه مقدار خوابیده رو زمینی. چرخ جلو ماشینتون ملاحظه کنی. خب راحت دارم. پنچره بله همیشه تو همین جوری خواستیم یه مسافرت بریم، حالا باید یک ساعت بسیم آن جناب علی پنچره. نه بابا یک ساعت نمیخواه، الان دو ثانیه میپریم. زاپاسو بردا بیا میریم عوضش میکنیم. ها ها زاپاست هم پنچره. ها زاپاسش هم پنچره. ها خب من بعد میدیدم ندیدم من زاپاس هم. خب ایرادی نداره، ما میریم تو استراحت میکنیم چای میخوریم، اینا میرن پنچریشو میگیرن میان ما رو خبر میکنن ما سوار ماشین میشیم. اینا چی میدن؟ منظور از اینا داونه و فرهادنه. برین دیگه. چی بگوی به من چه ربطی داشته بید ماشین این باید در بکرده من برم حمالی بکنم؟ یعنی خب باید برین دیگه کمک دیگه. شما میرین پنچری میگیرین؟ نمیری بابا نمیری داوود جان. نه
من بگوام فامیلی بس چه دردی بخورد بعد به همین روزا که باید در بکنیم به داده هم برسیم ما میریم تو یه چایی کمکش میکنه سفر سفر بفرمایید خدا فرمایید بجون بفرمایید اگل بگیرن اون ریخته تو من همش باید شما نظارت کن به کار اینا ای من عاشق نظارتم بابا بله ببریم بالا سیت پنچر بچه های من میخواست نه من که نمیدونستم برو الان پنچر میشه بگیم الان چه بدو بلا همش زندگی من بکو برد بزن پنچر برد دیرا من دیرا همه زندگی من تو بخشر الای پنچر بشین صبح اول صبح من به این خر حمالی انداخته بودی حرف مف نزن من خودم الان اعصاب ندارم میزنم لهت میکنم ها سلام علیکم آقا فرهاد احوال شما حال شما خوبه سلام علیکم حال شما خوبه خوبه عیدتون مبارک آقا فرهاد به به عید شما بالاخره تو به مناسبت درست خودشو گفتی دیگه عید دیگه بالاخره عیدو گفتی ای پس شما خبر داری امروز عید جان چیزای اهالی ایالت شینگ تای کاتماندو خبر داشتی شما؟ اینا که گفتی چی بود؟ بابا تو نمیدانه؟ تازه تمام اهالی ایالت کاتماندو و شنگتان و چینسینگتان هم همه جمعن اونجا بابا خبر نداشتی؟ نه 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 من فکر کردم شما عیده امروز بابا من فکر کردم شما عیدی رو به مناسبت عید نوروز میخوای عید چی آقا برد؟ عید نوروز عید الان عید نوروز دیگه چیه؟ کی بوده؟ من نمیدونستم خبر نداشتم من دو سه روز بود گذشته بید عید نوروز عجب دوست عید نوروز آی داده بس خبر نداشتم پس من برم اینو تو تقویم عیدام بنویسم تا یادم نرفته خداحافظ شما خداحافظ کشتن این فرهاد آخه کی؟ کی زاپاسه؟ پنچه رو میزنه تو صندوق عقب ماشین که این گذاشته خواستیم بریم مسافرت مهتاب خانم من که بهتون گفتم در اینجور مواقع یکم خوشونت باید به خرج بدی نگفتم؟ البته در جوامع مدرن پیشرفته روش های تربیتی بدین گونه منسوخ شده البته من کاملا با نظر سفر جان موافقم امروزه در کشورهای مدرن و پیشرفته روش های درمانی خشن منسوخ شده بله بله و روانشناس ها روش های درمانی ریور سایکولوژی یا روانشناسی خوشرفتاری استفاده می کنن بله. من هم البته قراره که یک تبصره بهش اضافه بکنم خیلی لازم است چی؟ روش شوال سایکولوژی یعنی روانشناسی با بیل نه آقای تغرات هیچ کدوم اینا جواب نده بابای من روانشناسی با کمربند روانشناسی در اتاق تاریک روانشناسی با سیخ داغ و اعمال کرده هیچ کدوم جواب نداده ایشون نمیشه پس بله اینا مثل که بله کارشون تموم شد و بله تشریف بله بفرمایید بفرمایید آقای تغرات بالونی من کو اینجا آویزونه دیگه کاری نداریم بریم بریم شما در یه لحظه من عروسکم اونجا گذاشتم یه لحظه بریم این دیگه گندشو در آورده خجالت نکشه نرقول هنو عروسک بازی بکنه دختر کوچولو نشده یه بار بخوایم یه جا برم یه چیز جا نذاره آقا داوود من به شما افتخار میکنم آقای محترم دیگه چیزی نمیخوایم برداریم بریم دیگه ها اونطوری نگو من بدون این نمیتونم بیام خیلی کوچولو خب بریم دیگه اگه الان نریم دیگه نشنه کنونمون در نوشدا بریم فرهاد این کیسه داروهای رژیم من رو آوردی با خوده نارو کابینت بود صد بار گفتم به دور میشه بریم من دستشویی نرفتم من سیبیل هم یادم بره من یادم رفت تو دیگه چی یادت رفته من درست نمیدونم تو خود من فقط یه چیزی من یادم رفته یادم رفته
بریم یه بریم. چیه دوباره الان هیچی جا نذاشته؟ الان مشکلی نداریم؟ بریم. بالاخره شرتون رو کم میکنید یا نه؟ بفرمایید. آقا تغلال ببخش شما خیلی دارید بعد صحبت بکنید. اعتراضی داری بابا؟ آه؟ نگو هم خب بالاخره با هر کسی که هر جور لیاقتش باشه لابد صحبت بکنم. قربون آدم کیسپن. من میدونم این نیک نیک کنون آخرش در نوشد. بریم دیگه. بفرمایید بریم. بفرمایید بریم. عمو جان. عمو؟ عمو؟ عمو چطوری مرد؟ حالت خوبه تو بود؟ کجایی بابا؟ دلم برات یک ذره شده بود. مزخرفو کی دم کرده؟ این خونه هنوز سرده؟ بعد از 15 سال این خونه باید سرد باشه؟ پس این پدر مزخرف شما تا حالا چی کار میکرده؟ عمو جان اتفاقا شوفاژا خوب کار میکنه، خونم گرمه. تو ساکت. وقتی مرد خونه هست، پسر خونه هست، دختر حرف نمیزنه. خب عمو جان دلمون تنگ شده بود براتون، ندیده بودیمتون. کجا بودین این چند وقته؟ بهتر. تو این 15 سال که ریخت برادرمو ندیدم خیلی راحت زندگی کردم. این چه حرفیه میزنید عمو جان؟ خوب نیست آدم این همه سال با برادرش قهر باشه؟ به تو چه دختره فضول. من اگه جای بابات بودم انقدر کتکت میزدم تا یاد بگیری چجوری با بزرگتر صحبت کنی. چطوری تغلال جان؟ قربان شما عمو جان. تو این مدت اصلا تغییر نکردی. عوضش تو خیلی پیر شدی. شنیدم داماد سرخونه آوردین. همینه دیگه. وقتی صابخونه نباشه، خونه میشه کارمسرا. اینا کیان دیگه؟ غیر از آقا فرهاد که دامادمون هستن، ایشون آقا داوود هستن، پسرموی آقا فرهاد، یاسمن خانوم، همسر آقا داوود، ایشون هم شادی خانوم هستن که خواهر آقای فرهاد هستن، همسر بنده. این که بچه است. تو خانواده ما رسم نبوده که با بچه ازدواج کنیم. ببخشید من اصلا بچه نیستم. ساکت. وقتی بزرگتر حرف میزنه بچه حلق زبونش میگه تو حلقش. نهار چی داریم؟ من گشنمه. نهار داریم درست که الان براتون میام. مهتاب جون این عمو تکیه میخواد اینجا بمونه، به نیک نیک کنونمون نمیرسیم. ها تو دیگه اینقدر لب دم گوش من نق نق نکن. من خودم اعصابم خورده. چی کارش کنم؟ بعد از 15 سال اومده نمیتونم بندازمش بیرون که. نه اصلا مهتاب خانم به نظر من خیلی کار زشتی آدم عموشه بعد 15 سال بندازه از خونه بیرون. ها بلحظه چی بگویی؟ من میگم مهتاب خانم حالا چرا عموتون 15 سال نیومدن اینجا؟ چه میدونم بابا، 15 سال پیش مامانم با 1000 زور زحمت بابامو راضی کرد که اینا دوتا با هم آشتی کنن. عمومو دعوت کرد، دقیقا لحظه آخر که اومد بابام عمومو ببوسه پاشمون رو پاش، هیچی، عمو جانم قهر کرد رفت. بعد یعنی قبلش هم قهر بودن؟ قبل این 15 سال؟ آره بابا اینا همیشه قهر بودن. خب برای چی قهر بودن؟ یاسم من نمیدونم، اینا همیشه با هم قهر بودن. از وقتی که من به دنیا اومدم یادمه که اینا با هم قهر بودن. بری شادی اون نمک رو بده ببینم. اینقدر نق نزن. گریه میکنه شادی خانم. خودش نمیدی. چیکار داری میکنی؟
گفتم چیکار داری میکنی؟ عمو جون دارم نمک میریزم. مگر نمیدونی من ناراحتی قلبی دارم؟ ببخشید من نمیدونستم. عمو جون حالا مهتاب خانم رو ببخشین دیگه ها. تو ساکت دختره فضول. تو این خونه همه بی تربیتن. اگر دیر رسیده بودم الان منو به کشتن داده بودی. قاتلا، جنایتکارا، منو میخوام به کشتن بدن. دست نزن به بکشم. بفرمایید. بله خیلی خوش آمدینم. برای عمو جان نهار بکشید. بله برای عمو جان بفرمایید. شما هم یه ذره ای کم نهار بخورید. بسه بفرمایید عمو جان. بسه بید خورش مهتا. بله. این چرا نمک نداره؟ مهتا نمکتون رو بی زحمت بهش. چی کار میکنی؟ مگر نمیدونی نمک برمای سمه؟ اما من فقط میخواستم تو بشقاب خودم نمک بریزم. تو بی خود کردی؟ تو چرا هنوز مثل دخترها حرف میزنی؟ من این چیزا سرم نمیشه. تا زمانی که من تو این خونه هستم نمک بی نمک. یکی هم غذای این کوچولو رو بهش بده. من حوصله بچه های لوس رو ندارم. بفرمایین. بله چشم. اینا چیه؟ شیرینی عمو جان. شیرینی و زهر مار؟ شما کمر به قتل من بستین؟ کور خوندین؟ نه عمو جان چه حرفی بید شما بزنید؟ این شیرینی ها خیلی تازه بید. اینا رو خودم نگرفتن بیدن. به 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 ایشون به چه زبونی صحبت میکنن؟ داوود جان برره‌ای هستن مثل فرهاد و شادی. اینجا چه خبره؟ خونه رو به سفارت برره اجاره دادین شما؟ من نه خیر من صحبت نباشه. من با اجنبی‌ها صحبت نمی‌کنم. چند سال ایران نبودم همه چی اینجا عوض شده. عمو جان ایران نبودی کجا بودی؟ با اینکه به تو ربطی نداره من تازه از آلمان اومدم پسر بیشعورم رو ببینم ولی رفته بدون اجازه من زنگ گرفته. ولی من قهر کردم اومدم عیدو اینجا بگذرونم. نیک نیک کنونمو که ور بپرید. بچه جان اینجا خونه پدری منه. حق نداری توش خارجی صحبت کنی. آخه یعنی شما اصلا خوشحال نیستین بچه‌تون زنگ گرفتن؟ خوشحال باشم؟ باید چشش در بیاد. پسری که بدون مشورت پدری زن میگیره باز سرش برید. خانم جان اگر دلتون خواست بسپرین به من ادبش کنم بابا. طغرل جان از کمکت استفاده میکنم. لطفاً اون کیف منو به من بده. بفرمایید. با این که از این لوسبازی ها خوشم نمیاد ولی میخوام بهتون عیدی بدم. ببخشید عمو جان شما برای عیدی دادن چک میکشید؟ پس چی؟ میخوای پول نقد بهت بدم؟ اینو بده به مهتاب. این هم مال شما سپر. بقیه هم برم از فک فامیلای خودشون ایدی بگیرم. اما جان 1250 تومن؟ ببخشید 450 تو تک تومنی؟
در زم چکا مال اردیبهشت ماهه، بی خود نریم بانک. برای سپهرم یه عیدی دیگه دارم که خیلی ارزشمنده. شما خیلی لطف دارین عمو جان، من اصلا راضی به زحمتتون نبودم. پس خری نرکم. اصلا نمیخواستم یه عیدی رو به تو بدم، ولی میدم بهت تا چشم پسرم کور بشه. خیلی ممنونم از لطف شما عمو جان. شما نمیدونین عمو چه مرد نازنینیه. من وقتی که کوچیک بودم این عمو منو خیلی دوست داشت. سپهر بیا اینجا ببینم بابا. ماشا چه دختری. من پسرم. تو دختری. من پسرم. گفتم که تو دختری. من پسرم. تو دختری. من پسرم. دختری تو. گفتم من پسرم. خوشم اومد. دختر باید از پس خودش بر بیاد. من پسرم. تو دختری. من پسرم. تو دختری همون. من پسرم. دختری. من از همین اخلاق سپهر خوشم می آمد. با اینکه دختر بود دست به زن داشت، حتی پسر منم می زد. عموجا من از اولش پسر بودم. چی میگی با؟ مزخرف میگی. تو بچه بودی نمی دونستی، دختر بودی. میزم تو سرت بمیریم. سپهر خیلی ببخشید، من اصلا به شما اجازه نمیدم با شوهر من همچین رفتاری داشته باشین. هر کی هر چی میگه همه شوهر منو میزنن. آقا داوود من بهترین، نجیب ترین و شریف ترین شوهر رو زمینه. بس دیگه، من این شنلو به تو میدم سپهر. این از مادرم، مادر بزرگم به مادرم رسیده و از مادرم به من رسیده. عمو من اینا نمیتونم تنم کنم. بگیر تنت کن. بس دیگه زهر مار. من تشنمه، یه لیوان آب برای من بیارین. بله الان بشین، من آب معدنی میخورم. سپهر برو یه آب معدنی بگی بیا. چهاش با همین برو. با همین برو بخر بیا. مادر بزرگ بفرد. توغرل جان، این برادر گنده بک من هنوز چاقه؟ البته یک 7-8 کیلو اضافه کرده. پس باید یک موجود غیر قابل تحملی شده باشه. بیادب. زنش چی همون؟ زنش چی؟ هنوز جیغ جیغو و قرقروه؟ با عمو جان، مامان من که همیشه شما رو دوست داشتن که. من از آدمای جیغ جیغو و قرقرو بدم میاد. رو سیستم اعصابی من اثر میذارن. راستی تو چقدر عوض شدی؟ خب عمو جان یه 15 سالی میشه که گذشت، آدم تغییر میکنه دیگه. به نظرم میامد که یه چیز گنده رو صورتت بود، الان نیست. چی بود؟ عمو جان ببخشید اون دماغش. آقا داوود خجالت نمیکشی؟ پس کندیش. خوب کاری کردی. یادم بچه که بودی چای میخوردی دماغت میرفت تو لیوان چایت میسوخت. کی آخه؟ البته ببخشید عمو جان. این بچه بعد از ظهر نمیخوابه؟ چرا تو دست پا ولوه؟
بدم. نه بخند. شنه قرمزیون. خانومه تو داشته باش. دماغ گنده. بلنش بری بیرون. بیرون مهتاب. به گرگه قول داده زود بر میگه. بیرون اونجا بود. فرهاد. ما هم بریم قاسمه. بیرون. همه بیرون. دابو مرم باید تمش. دوربین عصبانیه نخواهی چقدر بهت میاد آقا سپه تو بخشت اینا مرد و نش نبید براتون نگه عمو میشنوه کلارد گیبل بله من به شما میگم یا جای عمو تو این خونه است یا جای من این دیگه اینجا باشه من میذارم میرم یواش یه حرفی میزنی سپه رو نمیتونیم که بندازیمش از خونه بیرون کجا میری؟ کجا میری؟ ها؟ کجا میری؟ این از بچگی هم با من همین رفتار رو میکرد من نمیتونم حالا کجا میری؟ کجا میری؟ کجا میخواد بری؟ اه میره چین تایپه از بچگی چی چی؟ رفت تو رویا از بچگی چی؟ میرم چین تایپه از بچگی چی؟ ها؟ از بچگی؟ ای بای من این رفتار رو میکرد سپه بیا عمو چه دختری این؟ من پسرم اب نداره حالا مهم نیست بیا عمو یه کادوی خوشگل واسه آوردم بذار کمکت بکنم بازش بکن آه دیدی چه خوشگل حالا بزن به سره نه بزن به سره نه بده من برو ببینم چرا همچه میکنی؟ من نمیدونم شما یا طرف من هستی یا طرف عمو هستی من طرف سپرم چون میخوام برم نیکنیک کنون خودتو لوس نکن هممون میخوام بریم نیکنیک کنون منتها مهمونو که نمیشه انداخت بیرون خب حالا چیکار کنی؟ این مهمون در و کنونه مهمون در و کنونه یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ این مهمون در و کنونه چی؟ خب چی کار باید بکنی؟ آها ببین ما باید هر جوری که شده یه کاری کنیم که عمو از خونه بره بیرون توی قوانین مهمون در و کنونم هیچ اشکالی نره از هر روشی که دلت خواست میتونه استفاده کنی برای بیرون کردن مهمون در بیرون کردن مهمون خب حالا چی کار کنی؟ خیلی خوب حالا خندش بدسری آها بعد حالا همچین در و کنم این عمو رو که نفهم از کجا باید در و شده چجوری؟ حالا بدونم چه کارش بکنم حالا رو بینید افتخار میکنم به شما جراب من بود برای چی؟ البته دارم چجور درش بکنم اه.
سلام عرض کردم. تو اینجا چی میخوای؟ حسنم سهر برفته بید تو خونه، گفته بیدم یه ذره بیان اینجا لعن بده. بخشت نخواه اضافشو بگیرم. اوف خوبه، منم یه شیش ماهی کفشمو در نیاوردم. آخه چشم می‌سوزه. چی شد؟ دروه شد؟ من دروه شدم، من دروه شدم. حال بد بید حال... این مهمون دروه کنونتون به درد عمکتی رئیسیناتون میخوره. من این فکر دارم، من میدونم چی کار باید بکنم. چی؟ گوشاتونو بیار. طغرل جان، من از تو توقع نداشتم که این اجنبی ها رو اینجا راه میدادی. البته خانمی جان، بودن اینها در اینجا یک فوایدی هم داره. مثلا من تا قبل از آمدن اینها نمیفهمیدم که بیل من همچین قابلیت هایی هم داره. وای وای وای، داداش فرات هاری نگرفته، در رید فرار کنید، دور شید. آی 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 هاری نگرفته. نه یا باسم این پاچه هاری گرفته. پاچه هاری هر کی بگیره خیلی خطرناکه. وای وای، میره پاچه اونایی دیگه رو میگیره. ولم کن دیگه، پرستم. نه نه کن. پاچه هاری یعنی چی؟ هاری خدا نرو. نرو. وای 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 قهرمان فوتبال تاکت آسیا بود. چی شد؟ من فکر میکنم داوود کن. داوود رفتن خونه. من فکر میکنم یه جور باید اینو تحملش کنیم، یه جوره در نبشه. آره بیا اینم از تعطیلاتمون بده. من بفرمایید. بخشی میگم که انگار یه بلایی داره سر عمو میاد. این اصلا شبیه آواز خوندن نیست، این ناله میکنن. من نگران شدم براشون. نه بابا، این عموی من همیشه همینجوری بوده، همیشه عاشق این بوده که تو عمو آواز بخونه. آی آی آی، بدبخت شدیم. سالی که با عمو شروع بشه با مرگ و میر تموم میشه. حال بد به دلت نیاد. بله سلام علیکم. عافیت باشه. تمیز شدم. مهتاب اون لباسا رو گذاشتم گوشه همون لباس چرکارو. بله ممنون، دستتون درد نکنه. بنده خدا مهتاب خانم چه چی بچه شد بس. پاشین جمع کنیم بریم خونه هاتون بگیریم بخوابین، خوابم میاد. عمو جان معذرت میخوام، ساعت تازه 9:30. 9:30 باید بخوابین، 4 پاشین. ای وای 4. از قدیم گفتن
سهرخیز باش تا کام روا شوی. عمو جون ما آلردی کام روا شدیم، خیلی ممنون. از بچگی اصلا بامزه بودی ها. پاشیم بریم بگیریم بخوابیم. ما خوابمون ده صبح ساعت 4 صبح با شیپور میام بالا سرتون. شیپور در بکنن سلام. سلام علیکم. سلام شادی، تو کجا بودی؟ من یه مهمون با خودم آوردم. مهمون؟ این وقت شب؟ مهمون نمیخوام، بگو بره خونهشون. آخه عمو جان زشته، اجازه بدیم بیان تو. نه عمو جان ببخشید، این مهمون با بقیه مهمونا فرق مکوله. بفرمایید. سینا؟ پدر جون، من اومدم ازت عذرخواهی کنم. منو ببخشید. بعد گرده در بکنه دیگه. برو ببینم، برو. من نمیتونم تو رو ببخشم. حالا ببخشینشون دیگه شما. ببخشید. نه، نمیشه. خیلی خوب. بخشیدن عمو. بخشیدنشون عمو. من کسیل تا واسه دیدن این صحنه‌های عاطفی را ندارم بابا. من رفتم گریه کنم. خیلی ممنون بچه ها، من دیگه باید برم. حالا عمو جان تشریف داشتین. من از شما متشکرم بچه ها، دیگه من باید برم. بله، خب شما کاری کردین که من با پسرم آشتی بکنم و پسرم رو دوباره در آغوشم بگیرم. بله، ما این کاری کردیم. اما اون چیه که پار کردی شما؟ این یک وصیت‌نامه‌ای بود که تنظیم کرده بودم و سینا پسرم رو از ارث محروم کرده بودم. آها، چه کار بدی بود. بله، ببخشید عمو جان، من عرض خدمتتون داشته بیدم. رگوام پسرتون از ارث محروم کرده بیدید، وقت ما را اموالتون به کی بخشیده بیدید؟ همه رو به سپهر بخشیده بودم. یعنی همه داراییتون رو به این؟ همه دارایی ما، باقای شمال، مزرعه پنبه، کارخونه کنسرو سازیم، کارخونه تسم پروانه، ویلای هونولولو، مزرعه نیویورک مکسیکو، از صدر از چاهای نفت و تاج محل. عمو جان ببخشید، تاج محل تو هند؟ تاج محل تو هند، قبراش نه ولی خودش و باقی وحش انگلستان. ببینیم چی میگن؟ ولی اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم اینه که پسرم به آغوش من بازگشته و از شما همه ممنونم. خدا حافظ شما. ساکتون عمو. سلامت. گفت باقی وحش لندن چاهای نفت فروشگاه زنجیری سی اند ای. من عمو رو میذارم. پدر جون، من اومدم ازت عذرخواهی کنم. منو ببخشید. سینا پسرم، من تو رو بخشیدم. خیلی ممنون بچه ها، من دیگه باید برم. حالا عمو جان تشریف داشتین. من از شما متشکرم بچه ها، دیگه من باید برم. بله، خب فرامدین. شما همه دارایی، باقای شمال، مزرعه پنبه، کارخونه کنسرو سازیم، کارخونه تسم پروانه، فروشگاه زنجیره‌ای، عرض کنم خدمتتون، همه دارایی ما، همه، حتی تاج محلم بهش بخشیده.